سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید. الهی که حالتون خوبه، خسته کارهای روزانه نباشید. امروز براتون طرز تهیه کوکوی کدو سبز رو دارم که بسیار ساده، راحت و آسون آماده میشه و بی نهایت خوشمزه هستش و یه غذای گیاهی. دوستان عزیزم، موادی که بهش احتیاج داریم: تخم مرغ، آرد جوی پرک شده، گشنیز تازه، نخود، کدو سبز، هویج، پیاز، سیر هستش و سیب زمینی و پاپریکا. دوستان، کدو سبز رو با رنده درشت رنده میکنیم، بقیه سبزیجات رو با رنده متوسط یا رنده ریز. هویج و پوستش رو گرفتم با سیب زمینی، اما احتیاجی نیست که کدو سبز و پوستش رو بگیرین و حتما باید روی یک صافی بذاریم. اینا رو با دستمال حسابی آب اضافه‌ش رو بگیریم. ببینید دوستان، من چقدر آب از سبزیجات جدا کردم. حتما تا جایی که میتونید آب اضافه سبزیجات رو بگیرید، حسابی بچلونید که کوکوتون وا نره و حسابی ترد بشه. دوستان، درباره این جوی پرک شده یا گندم پرک شده، من از این استفاده کردم. نکته خیلی مهمی که این کوکو داره، از آرد استفاده نکنید، حتما از جوی پرک شده استفاده کنید، به خاطر اینکه کوکوتون وا نره و حسابی منسجم و ترد بشه. این جوی پرک شده رو من نصف پیمانه گرفتم، داخل غذاساز ریختم و به صورت پودر در آوردم. یا این کم شما میتونید از آرد ذرت هم استفاده کنید، اما موادتون رو حتما 10-20 دقیقه بذارید که یه مقدار این آرد ذرت دیرخیس میخوره و این دوتا خیلی برای این کوکوها مناسب هستش. آرد زیاد خوب نیست، نه طعم خوبی میگیره، نه هم که مواد رو منسجم میکنه. گشنیز تازه رو خرد کردم. اگر که گشنیز در دسترس نداشتید، میتونید از پیازچه یا جعفری تازه هم استفاده کنید. ادویه‌جاتش رو بهش اضافه میکنم، تقریبا 1.5 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری زیره سبز و 1.5 فلفل سیاه. نمکش هم بهش اضافه میکنم. تخم مرغ رو حتما در ظرف جداگانه بشکنید که از صحت و سلامتش هم مطمئن بشید و به مواد کوکومون اضافه میکنیم. حسابی مواد با هم ورز میدیم و ترکیب میکنیم. مواد رو مثل مواد شامی با هم ورز میدیم و به این صورت میشه. خیلی عطر و بوی قوی خیلی خوبی داره این کوکو. من در این کوکو از نخود پخته شده کنسروی استفاده کردم. شما میتونید دال عدس قرمز هم جایگزین کنید، هر کدومی که دوست داشتید. واقعا بی نظیر میشه. دال عدس رو قبلا خیس کنید، بپزید و آب اضافهش رو بگیرید، داخل میکسر بریزید، میکس کنید و به کوکوتون اضافه کنید. میریم که با هم سرخ کنیم. همین سادگی و راحتی کوکویی به این خوشمزگی داریم. امیدوارم که شما هم درست کنید، از خوردنش لذت ببرید. نکته خاصی نمونده، فقط اونم این هستش، یک نکته که اگر مواد کوکوتون شل شد، میتونید یکی دو قاشق غذاخوری از همون جوی پرک شده رو آرد کنید و بهش اضافه کنید. ممنونم که همراه ما هستید. حتما اگر ویدیو رو دوست داشتید، لایک و سابسکرایب کنید که بقیه دوستانم از دیدن این ویدیو بهره مند بشه. و این غذا بی نهایت غذای خوبی هستش برای گیاهخواران عزیز. شما عزیزان، تا ویدیوی بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار.